نازنینای من، امیدوارم تلاش کنی اگه واقعا میخوای زندگی خودتو و خانوادتو عوض کنی عزیزم، باید تلاش کنی، تلاش کنی انشاءالله که سرمایه گذاری کنی و به نفع احسن. فایدهش برای ما چیه نازنینای من؟ فایدهش اینه که اولا به کشور عزیزم ایران فایده بسیاری میرسونی که این آرزوی منه و به ملت من، اونایی که احتیاج دارن. امیدوارم شما گلای من، شما نازنینای من به نفع احسن واقعا به آرزواتون برسیم و واقعا دیگران مطمئن باشین که خیلی چشم به راه هست عزیزای من. خیلی ها هستن در کشور عزیزم ایران که چشمشون به اینه که شما نازنینا و گنجینه ها دسترسی پیدا کنی. خیلی ها هستن که بیمارای خطرناک دارن، منتظرن که براشون آینه تهیه کنین، منتظرن که برای زندگی هاشون کارخونه بزنیم و تولید کار کنیم، برن کار کنن و نون حلال، نون درست ببرن روی سفره زن و بچه‌شون. نازنینای من خیلی کسا هستن که مطمئن باشیم منتظرن. امیدوارم تویی که برای شهر سوخته میخوای سرمایه گذاری کنی، مطمئن باشی که عزیزم با دل پاک، با قلب پاک، با ایمان محکم بری و به این امید باشی که به نفع احسن نتیجه ها رو بگیریم. چه ساعتی هستیم که جوابگوی شما عزیزا باشیم که برای تلفن‌های شهر سوخته، البته داریم باز هم میگیم سرمایه گذاری در شهر سوخته، نازنینای من بین ساعت 5 صبح تا ساعت 9 صبح به وقت کشور عزیزم ایران هستیم که جوابگوی تلفناتون باشیم. و برای عبادت‌های 3 ساعتتون باسم فراموش نکنید، عبادت‌های 3 ساعتتون عزیزای من آینه میخواد، آینه 100 ساله میخواد، باسم جواب تلفن‌های شما رو بین 5 صبح تا 9 صبح خواهیم برای شما عزیزا جواب بدیم. امیدوارم شما گلای من اون موقع به ما زنگ نزنید و بگید من یه برکت گشایی میخوام و من، بعضیاتون اصلا اون متوجه نیستید فرق عبادت رو و میگید که من یه بخت گشایی میخوام. برای از تو سوال میکنیم، میگیم شما که بخت گشایی میخوای آینه برای ما فرستادی، هزینه شو فرستادی؟ میگی نه، مگه باید آینه بذاریم؟ نازنینای من، عزیزای من، بس امیدوارم برنامه رو بشناسی. اگه برنامه رو بشناسی دربارش بدونی، مطمئن باش تمام سوالات تو همینجا توی برنامه میگیری. یا خیلیاتون هستین که نازنینای من زنگ میزنید و میخواین تمام زندگیتون رو برای من عنوان کنید، برای من بگید. نازنینا با عرض معذرت باید بگم که ندارم وقتشو. من فقط شما نیستی که باش در ارتباطم، لااقل با چند میلیون عزیزای ایرانی خودم در کشور خودم یا در کشوری مختلف در ارتباطیم. تازه این ملیت خودمه، تازه ملیت های دیگه هم هستن که باید جواب توی تلفناشون باشیم. امیدوارم شما نازنینای من، اگه میگم وقت ندارم برای درد دل، نازنینم اینو بدونین که واقعا وقت نیست. سعی کن برنامه رو ببینی، بشناسی. اون موقعی که زنگ میزنی خیلی راحت بگو اگه میخوای برای عبادت 3 ساعته بعد آینتو آماده، هزینهشو آماده کرده باشی عزیزم، خیلی راحت بتونی با همون صحبت کنی. اگه میخوای به گنجینه دسترسی پیدا کنی آینه میخوای نازنینم. بس امیدوارم شما گلای من خیلی از جواباتون اینجا گرفتین و سعی کنیم این چنین با هم. بعضی موقع ها زنگ میزنیم بهمون چند بار، یک نفر بهمون چند بار زنگ، بعد میگه ببخشید مزاحم شدی. نازنینم عزیزم اگه برنامه رو گوش کنی واقعا مزاحمی اون موقعی که چند بار زنگ میزنی، اون موقع دیگه سعی میکنی زنگ نزنی. برنامه علم با عبادت، امیدوارم به نفع احسن هممون بتونیم کمک باشیم، از نور لطف پروردگار هم بهمون رحم کنه، بتونیم زندگی های خوبی داشته باشیم. خطی بگیریم با شما عزیزا باشیم قبل از اینکه خداحافظی کنیم. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. سلام خدمت شما. سلام گلم، حال شما خوبی خانمم؟ از کشور عزیزم ایران زنگ میزنم. کشور عزیزم ایران، بله. به چه اسمی؟ من خواستم برای میرشاهه. بله. نام مادر صدیقه. ام معجزه ها عزیزم. آقای ما مصطفی حسینی بودن که در یزد نابینا بودن و کشاورز، به لطف خدای مهربان و دعای حفظ استاد عزیز به گنجینه دست یافتن و هزینه 14 عروسی 14 دختر رو به عهده گرفتن. مرسی عزیزم. عبادت برای چی میخوای؟ برای برکت گشایی. خدای مهربان برکت بیاره سر رات عزیزم. زنده باشی. به خدا میسپارمت. خدا نگهدار. خیلی ممنون. زنده باشی. خدا حافظ. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم.
سلام میام خانم، حالتون خوبه؟ سلام عزیزم، شما خوبی؟ الحمدلله. جانم مرسی، ممنون جانم، خسته نباشید. مرسی گلم. جانم از کشور عزیزم میام تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران. بله، به چه اسمی؟ به نام کمسی، نام مادر هاجر. بله. ام معجزه ها؟ از معجزات قدرت پنهان. زینب خانم 91 ساله بودن که بچه‌هاشون رهاشون کرده بودن و تحت سرپرستی قدرت پنهان بودن. بله. که به لطف الهی و دعای استادان عزیز شفا پیدا کردن. مرسی عزیزم. عبادت برای چی میخوای گلم؟ برای سلامتی و آرامش. خدای مهربان سلامتی و آرامش رو هدیه کنه به هد عزیزم. به خدا میسپارمت. ممنونم. خدا نگهدار. خدا بسازه.